سلام بچه ها، خیلی خوش اومدیم به یه ویدیو دیگه با من. قرار نیست که این ویدیو یه روتین دانشجوی پزشکی باشه که با خودم ببرم تو دانشگاه. دو هفته دیگه دانشگاه شروع میشه، برنامه تغییر کرد، الان داریم میریم بوداپست. میخوام با خودم ببرم تو بوداپست و یه ذره اونجا رو بگم. خب اونجایی که ما سگت زندگی میکنیم یه شهر دانشجویی تو مجارستان، برای اینکه بریم بوداپست باید یه ماشین بگیریم. ماشیناش مثل اسنپ و تپسی ایرانه، یعنی از روی یه اپلیکیشن میشه گرفت، ولی خب با قطار هم میشه رفت، ولی با این ماشینا که بریم خب راحت تره دیگه. الان هم وایستادیم اینجا منتظریم بیاد بریم. تو بونه تو خیلی این منورش کاز مونم بود چجوری بریم؟ نه میخوام منی بریم خب باز دویه برو دیگه سه دویه قراره بریم یه مرکز خرید، هم یه دور اونجا بزنیم، همین که ناهار بخوریم. حالا دیگه با ما همراه باشین، همه جا رو بهتون نشون بدم. خب ما اومدیم کوربین، این کتاب فروشیه رو که میبینین از 4 سال پیش که من بوداپست بودم هنوز همینجاست. بعد من فکر کنم دست دوه کتاباش میفروشه، این از سینما اولی من هیچ وقت نیومدم چون فکر کنم مجاریه. بعد مرکز خریدم پشت اینه. آقا این کوربین که اومدیم ما خیلی خاطره داریم اینجا، با اینکه مرکز خرید کوچیکیه ولی من خیلی دوستش دارم. حالا الان توش هم بهتون نشون میدم. خسته بود ببخشید، ما چکینمون ساعت 2 و همینجوری داریم چمدون دنبال خودمون میکشیم این برون بر. برو مکبوکش خراب شده داره میده آیستایل درست کنه. خیلی خوش رنگه. چرا تو ویدیو این رنگی نمیفته؟ سرمه؟ نمیفته چرا؟ بیه بالا بیرسه کلا قشنگی که مغزون مورد علاقه هم اینجا عجیب. یازده همه وسیله خونه ایکیا قشنگ تر. حالا اگه وقت شد چون ما خیلی کم میمونیم اینجا میبرم اتون ایکیا رو نشون بدم. چیزای گوگوله داره بیشتر. خیلی چیز فانتزی و گوگولی داره، قیمتش هم خیلی گوگولی. ای تو خونه مو ویدیو شده دیگه بعد از ولنتاین میبینه یه نمیفهم اومده اینجا برش.
الان بیشتر دارم فکر میکنم اصلا دارم نمیخواد لباس بگیرم براش، مثلا دوستان کادو ولنتاین یه چیزی باشه که یادگاری بمونه، مثلا بارم معنای بیشتری داشته باشه. لباسو که خب حالا همیشه میگیریم، چیزی هم به چشم نخورد که بگم خیلی خوشگل باشه و بخوام اونو بگیرم. نمیدونم، حالا شما اگه ایده ای چیزی داریم برای کادو کامنت کنیم برام، بدونم دقیقا برای مناسبت های بعدی. ما تیشرت ست گرفتیم. ما اومدیم فود کورت، می‌خواستیم یه غذا جدید بخوریم ولی خب پیتزا گرفتیم، ولی این پیتزا رو تو استگت ندارم، خداحافظ دار پیتزا فورته. ما یه اتاق رنت کردیم یه شب اینجا و تو این کوچه هست، خیلی خوشگل کوچه هست، شبیه ایتالیا هست. بودو بزن اینه اینجا درها رو باید کود بزنیم بچه، با کود باز میشه. من دوستشم خونه همون اون که تراسش چهت رو داره میبود. آره باید نه یه دره چه با نمکه توش بیم، خیلی خوش شده، دوست داشتم، کیوت هم ابا آدم رسیده. اینجا هم درش کودیه، همه ببینید ما کده چه با آباز شد. اتاق ما شماره 8 آشپز خونه چه کوچولو برو تو. آره قشنگ مثل اسکیپون بودا پای لباسات اتو لازم ندارم. اتاقمونه چه خوب آینه قدی داره، اون برم این سوالت داره. ویو رده یه ویو خیلی بیریخت داریم. نه زیبا بود، راضی بودم ابو کینگ. خب اتاقی که بهتون نشون دادم ما یکم اینجا استراحت کردیم، الان آماده شدیم داریم میریم بوداپست گردی کنیم. یکم که شب شده، شب بوداپست هم خیلی قشنگه، الان بهتون نشون میدم. کلیسا سنت استفان خیلی جای معروفیه، توریستا خیلی میان و تقریبا هم نزدیک شهره. ما هم که قبلا بوداپست بودیم برای کالج، خونمون نزدیک اینجا بود، یعنی یه خیابون اونورته. غذا مجری خیلی خوشمزه است. الان میخوایم بریم اینجا شام میخوایم، حتی شام که نیست ولی خب ما میخوایم زودتر شاممون رو بخوریم، ساعت 6:30
خیلی خوشمزه است. من گوشه نمیدم. ادارش اون این از لانگوش، یه غذا سنتی مجاری. این نونه مثل پیراشکیه، سس سیر توش داره، سر و کریم همونه که گفتم به جای ماست میخوردیم با پنیر دیگه. این هم جاییه که نشستیم. این خونه اولین خونه بود که ما اومده بودیم مجارستان بوداپست، بعد کالج میرفتیم تو این خونه بودیم. خیلی دلم تنگ شد قشن برای اون روزا. اومدیم فشن استریت، یکی از خیابونای خیلی معروف بوداپسته، بعد کلی کافه و هتل و نمیدونم مغازه و اینا از برندهای مختلف این برمش، خیلی هم خوشگله. اومدیم زارا هوم، سگت که ما هستیم زارا هوم نیورده، ولی اینجا تو فشن استریت زارا هوم هم داره. من گوشم ببا. بازم ماربل، حتی یه آینه ماربلی. آره قسمت بچه هاش این شکلیه، بتمن سوپرمن داره. من شاید از قسمت بچه گونه برای خودم خرید بکنم. با اینو حتی قاشق چند قسمت بچه گونه شو بیشتر پسندید. سوپرمنی میکنم. شبیه چی پیدا کردیم اینجا؟ دندونم. سبزش هم فکرم خوبشه. هندونه میوه تو بخوری؟ یه هندونه. نه یه هندونه. هندونه صورتشو ببینم. آی پاستل گاوی. چیپس و سبزیجات. اینم آجیل چینیه. شبه دکورش آخه نگاه تو رو خدا. اصلا اون برشم با نمک بود، اصلا اونا رو از تو گرفتم. اون برشم این شکلیه. کدوم؟ خب روز دومه ما داریم اینجا رو تحویل میدیم، میریم یکم دیگه تو شهر میگردیم، بعدم دوباره هم ماشینا که گفتم اسمش اسکاره میگیریم که برگردیم سگه. خب الان داریم میریم صابونه بخوریم. این دور و بر خیلی کافه خوشگلی بود. یه جا میریم حالا انتخاب میکنم بهتون نشون میدم. بعدش هم میخوایم بریم پاتیناژ. حالا برای بعدش هم سه برنامه داریم، براتون همه رو فیلم میگیرم. اومدیم صابونه بخوریم. پشتیامون همش توفه میکنه. ایت خیلی ناراحت.
صبحونمون رو خوردیم، اومدیم یه ذره لب آب ببینیم چقدر خوشگله. اونجا سیتادلا اسمش، تو قسمت بوداه، بوداپست دو تا قسمته، یه دونه بودا داره یه دونه قسمت پست یا همون پشت که مجاری ها میگن. اونم بودا کسله که کلی توریست میرن میبینن اونجا رو. من تابستونی که اینجا بودم همه اونجا رو رفتم، برای همین سری نرفتم دیگه. یه میخواستم برم یه سری جای جدید که نرفته بودم که شما رو با خودم میبرم. ما اومدیم خرید دوباره، پولم برمونیدیم، اینا میخوام بگیرم، یه دونه هم کلا خریدمون تموم شد. الان اومدیم هوموس بار، یه غذا لبنانیه نهار بخوریم اینجا. آقا ما اومدیم بریم پاتیناژ، دو روز میخواییم قابل که بخوریم، بالاخره موفق شدیم بیاییم یه جا. اینو گرفتم بایستا اینه. اونی که ما گرفتیم نارگیل داره، شیر، چای، این چای سیاه، شیر کوکو. قدیمی تای خط مترو مجارستانه. بعد اومدیم اینجا پاتیناژ، اسم اینجا هم هیروز اسکوئر، خیلی خوشگله. بعد یه استخر چهار فصل خیلی معروف هم داره که من دیگه نرفتم چون هوا واقعا سرده، اونم همینجاست. اینجا رو مرکز شهر ما بودیم، خیلی دور بود. بعد الان تو اینترنت دیدم تا 8 باز، اینجا الان ساعت 7. خدا کنه همه را اومدیم، حالا رامون بزن. باحالی بود. من قبلا یه بار دیگه رفته بودم تو ایران، مجتمع آرتمیس تو میرداماده، کسایی که دوست دارم برن. اون موقع من خیلی خوب داشتم میرفتم اینجا، چند بار داشتم میخوردم زمین، ولی خیلی خوش گذشت. بعد دیگه
دیگه الان کم کم داریم میریم سمت اون ایستگاهی که ماشین گرفته بودیم که برگردیم سگه. قیافه منم چرا خسته است ولی خیلی خوش گذشت، خیلی تجربه خوبی بود مسافرت دخترانه. امیدوارم که شما هم لذت برده باشین از این ویدیو و اینکه نظرتتون رو دوستام توی کامنت ها بشنوم. اگه ویدیو رو دوست داشتین حتما لایک کنین، کامنت بذارین و سابسکرایب هم یادتون نره. خدافظ.